Salut tout le monde, ça va? Je suis Mustapha Bitgoli et c'est ferelan.com. Je suis votre professeur français. Je vais enseigner aujourd'hui quelques unités importantes sur le genre de nom et article défini, indéfini et concordance des adjectifs avec de nom. Salam dostan, حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. مصطفی بیتگلی هستم در ferelan.com قسمت زبان فرانسوی. همونطور که به فرانسوی گفتم امروز میخوام چند تا درس فرانسه رو با هم بدم بهتون چون خیلی مهم هستن، حتما باید با هم یاد گرفتشن. گفتم جنس اسامی بهتون میخوام یاد بدم و ضمایر آرتیکل های همون شناس معرف نکرده به فرانسوی، همون د یا ای یا ان انگلیسی خودمون، و تطبیق و مطابقت صفت ها با اسامی در فرانسه. اینا همه به هم مرتبط هستن. چجوری بفهمیم یه اسم مذکر یا مؤنث توی فرانسوی؟ یادتون نره توی زبان فرانسوی ما مذکر مؤنث داریم مثل زبان عربی، ولی توی فارسی ما نداریم، توی انگلیسی نداریم. این یه ذره کارو سخت میکنه، ولی یه سری علائم وجود داره که بهتون میگم. برای مثال ما یه کلمه داریم مانند لیفق. لیفق میشه کتاب. یادتون نره توی زبان فرانسه هم مانند زبانهای دیگه، زبانهای رومانس دیگه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغالی، رومانیایی، بدون شناسه های معرف نکره و بدون دونستن جنس، یعنی اگر جنس رو ندونیم و کلمه رو حفظ کنیم به هیچ دردمون نمیخوره، توی صحبت نمیتونیم استفاده کنیم، چون بعدا میبینید حروف اضافه باشون ترکیب میشن، صفت ها ترکیب میشن، مضاف مضافون الیه دارن. به خاطر همین حتما باید جنس رو بدونید. یه بار دیگه میریم سراغ مثالمون. لیوغ، شما حتما باید از یک دیکشنری خوب استفاده کنید. دیکشنری خوب مثل آکسفورد، حالا فرنچ، لغوس، قوبرت، اینا رو داریم. وقتی دیکشنری باز میکنید جلوش زده ام یا اف جلوی کلمه، مثلا لیوغ زده ام یعنی مسکولن مذکر، میفهمید که با کلمه کتاب لیوغ همیشه لو میاد. علامت شناسه یا همون آرتیکل مذکر توی فرانسوی ل هستش، ال او. ل نشون میده که کلمه ما مذکره، مانند چیزی که توی تصویر کنار من میبینید، لولیوغ، لولیوغ. کلمه دیگه داریم تیبل، به فرانسه میشه تبل، تبل. توی دیکشنری نگاه میکنیم زده اف، جلوی زده اف یعنی لت، بعد بگیم لتبل. پس شناسه مؤنث توی حالت دفنت معلوم ما، چیزی که میدونیم داریم در اول چی صحبت میکنیم، میشه ل، لتبل. پس لولا، لو مذکر، ل مؤنث. برای اجسام و اشیا و بی جان ها یه ذره کار سخته، چون شما فقط از طریق معنی کلمه نمیتونید حدس بزنید، و مانند زبان های دیگه هم نیست که آخرش او یا آ داشته باشه بگیم او مذکر، آ مؤنث. نه، تو فرانسه همچین داستانی نداریم. این کارو سخت میکنه، ولی یک بار برای همیشه یاد بگیرید که کلمه مسکولن یا فمیننه، مذکر یا مؤنثه، یادتون میمونه. لو بیارید یا ل، جمعشون خیلی راحته، جمعشون ال ای اس، ولی لس یا لز نمیگیم، میگیم ل، ل. مثلا داشتیم لو لیور یا کتاب، یا دبوک، للیور کتاب ها، لطبل یک میز، لطبل میزها، جفت مذکر مؤنث جمعشون ال ای اس، ل هستش. پس لو لاله، حفظ کنید لو لاله. همین فرمولو دقیقا توی ایندفینیت نامشخص ها، نکره ها به کار ببرید. شناسه های نکره یا نامشخص توی فرانسه چی هن؟ ان، اون، جمع هم نداره دیگه چون یک به هیچ عنوان جمع نداره، ولی یه استثناء ریز وجود داره که بهتون میگم. پس ان مذکر، اون مؤنث. توی اعداد و الفا بهتون گفتم ترکیب صدای یو ان میشه آن، آن تو دماغی یادتون نره، و اگر یه ای بگیره میشه اون، اون دیگه تو دماغی نیست، ان، آن، اون. الان نگاه کنید لو لیور یک کتاب میشناسید، ان لیور یک کتاب نمیشناسید، لطبل یک میز میشناسید، انگار بگید the table، اون تبل، a table یه میز نمیشناسید. پس شد لو، لا، ان، اون، با هم یاد بگیرید.
لو با ان توی حالت میام مذکر، لا با اون توی حالت. البته دقت کنید ما اکتیو دفنی هامونو برای چیزایی استفاده میکنیم که میدونیم میشناسیمشون. بار دومی داریم دربارشون صحبت میکنیم، لولا رو دارم میگم. و اکتیو اندفنی ان اونو وقتی به کار میبریم که نمیشناسیم، نمیدونیم، اولین باره داریم به کار میبریم. مثلا میگم قوگرد لو لیور، به کتاب نگاه کن. من میدونم درباره چه کتابی دارم صحبت میکنم، ولی میگم ایلیا ان لیور سور لا تابل. ایلیا ان لیور، یک کتاب روی میز وجود داره. اوگر سه لو لیور دو فرانسه، کتاب فرانسویه. بار دوم شد لو، اوکی. ایلیا ان لیور اوگر، اوگر اتنتیومون، به دقت نگاه کن. سه لو لیور دو فرانسه، کتاب فرانسویه. پس لو شد همون دی انگلیسیمون، البته مذکر. ان ای انگلیسیمون مذکر. لا شد ذ مؤنث تو فرانسه. اون همون وان ولی مؤنث توی فرانسه. یک مذکر مؤنث داره. جمع معرفه ها لولا شد ل الیس. جمع ان اون جمع نداره، سام نامشخص. سام تو انگلیسی تعدادی، اوکی، تعدادی میگیم. نامشخص ما نیست، تعدادی میز وجوده، تعدادی آدم، تعدادی خانم اونجا هستن. جمع ان و اون د میشه، دی ای اس. کلمه آخر و حرف آخر رو به هیچ عنوان پرنونس تلفظ نمی کنیم. د. مثلا میگم ایلیا د لیور سور لا تابل. ایلیا د لیور سور لا تابل، تعدادی کتاب روی میز وجود داره. نمیدونی چه کتابایی، میری نزدیک نگاه میکنی، آه رگر ایل سون للیف فرانسه، ایل سون للیف ایتالیان، کتابای ایتالیایی هم، کتابای فرانسوی هم، ولی بار اول نمیدونستید. میگه رگر ایلیا دلیف سور لا تابل، ایلیا دلیف سور لا تابل، تعدادی کتاب وجود داره. و یه بار دیگه خیلی سریع، لو لا ل به ترتیب مذکر مؤنث جمع، لو لا ل ان اون د دی ای اس. دقیقا چیزی که توی تصویر میبینی، گفتیم یک جمع نداره، به تعدادی معنی سام میده، نامشخص اشاره میکنه. پس الان جنسا رو حدودی یاد گرفتید، آرتیکلا رو یاد گرفتید. یه سری نشانه اسامی دارن دوستان که بهتون کمک میکنن بفهمید کلمه مذکره یا مؤنث، ولی همه جا نمیاد. مثلا دیدید که یه سری جاها مثلا میبینید زده هر اسمی بیاد آخرش او داشته باشه مذکره، مؤنثه. نه، همچین چیزی نیست. هم لیوق هم تب جفتش آخرش او داره، ولی یکی مذکر بود یکی مؤنث. پس دیکشنری بهترین راهنمامونه. ولی یه سری نشانه ها هست، مثلا این نشانه ها که توی تصویر ظاهر میشه اگر جایی ببینید اینا 100% مذکرن. مان، اج، اون، ایه. مان مثل چی؟ مثل بتیمان، ساختمان، مثل گوبرنما، دولت. اینا لوه، لو میگیرم مذکر. اج مانند کلمه تیغاج، لو تیغاج، لو تیغاج، اوکی. اینا لوه. و مؤنثا هم چند تا نشونه داره، مثل اون یا سیونها، آنس، انس، اینا همه، یا ایق، همه اینها همه مؤنثن. مثلا سیون زیاد میشنوید، ترانسپورتاسیون، استاسیون، اینا همه لعه مؤنثه. پس یادتون نره یه سری نشانات طبق چیزی که توی تصویر کنار بنده میبینید بهتون کمک میکنه، ولی حتما به دیکشنری رجوع کنید. این از مبحث اسامی، جنس هاشون، آرتیکل ها یا شناس های معرفه نکردم توضیح دادم. حالا میریم سراغ صفت ها. گفتیم همه رو باید با هم بهتون بگیم. این درس خیلی مهمه چون همه اینا رو باید با هم یاد بگیرید، چون اینا تطبیق داره، اهم تبعیت میکنن. اوکی، میخوایم بگیم یک کتاب بزرگ، یک میز بزرگ، کتاب‌های مثلا حالا سایز بزرگ کوچک و میزهای سایز بزرگ و کوچک، یا حالا مثال جاندارش یک مرد حالا خوشتیپ زیبا، یک خانم خوشتیپ و زیبا و این داستانا و از این مثالا. توی زبان فرانسوی صفت هامونم مذکر مؤنث و جمع مذکر مؤنث دارن، ولی چون موزیکال هستن راحت یاد میگیرید. میخوایم بگیم یک کتاب بزرگ، یک میز بزرگ. بزرگ، صفت بزرگ توی فرانسوی کلمش، یکی از کلمش گراند، گراند.
یه او تو پرانتز تو تصویر میبینید. این او حرف ای خودمون تو فرانسه او میگیم، توی صفت های مذکر نمیاد، تو مؤنث ها میاد، اینجوری تمایز قائل میشیم. مثلا نگاه کنید: ان گران لیور اون گراند تبل. تو مثال اول گفتم گران، گران نزل، تو مثال دوم گفتم گراند، گراند. اوی که اومد دی تلفظ شد. بیشتر صفت ها دقیقا همین قانون رو پیروی میکنن و به همین راحتی میتونید استفاده کنید. یه بار دیگه: ان گران لیور اون گراند تبل، جمعشون ده گران لیور ده گراند تبل. گران، گراند، با اینکه اس گرفته باز اس هم تلفظ نمیشه. یکی از خصلت‌های زبان فرانسوی اینه، اکثر کلمات پایانشون تلفظ نمیشه. به خاطر همین لیسنینگ یا همون فرانسویش انگوژیست ماهامون یا مهارت شنیداری توی فرانسه خیلی مهمه، از همون ابتدا باید دقت کنید. خب یه بار دیگه: ان گران لیو ده گران لیو اون گراند تبل ده گران تبل. اینا نکره بودن، ناشناس، اندفنی. حالا میخوام ببریم معرفه، شناس، همون دفنت، دفنی، اختیق دفنی. لو گراند لیور لو گراند تبل لو گراند لیور لو گراند تبل. اس ها با این که اس جمع داره میاد ولی تلفظ نمیشن. پس این الان بی جان ها، یه چند تا جان دارم بگم. میگم انم ب اون فم بل، یک مرده حالا خوشتیب، یک خانم زیبا. انم ب اون فم بل. ب و بل از صفت هایی هستن که استثناء هستن تو فرانسوی، شکلشون تغییر میکنه تو مذکر مؤنث. اوکی؟ یا مثلا میخوایم بگیم همون مرد حالا قد بلند، خانم حالا مثلا قد بلند، ان گران ام اون گراند فم. اوکی؟ یا حالا معرفه شون: لو گراند ام لگران فم لگران ام لگران فم. گران، گراند. تلفظ رو خیلی دقت کنید. ویدیوهای بعدیمون درباره خود صفت ها هستش به صورت خیلی مفصل تر، اینجا فقط یه اشاره بهشون کردیم. اوقواتون مون.